حرفا رو شنیدی، همه حرفا رو شنیدم، همه تقدیر زمان بود که من از تو نبریدم. تو زمانی ز سر عشق به سوی شاخ پریدی، تو دل شاخ شکستی، تو غم شاخ ندیدی. هدف این بود که مرا روی زمینت به فشانی، سخن این بود که چراغی به زمینم برسانی. ولی افسوس که به جزم به مشامم ندمیدی، غم و اندوه مرا در قفس خانه ندیدی. ولی افسوس که به جزم به مشامم ندمیدی، غم و اندوه مرا در قفس خانه ندیدی. همه حرفا رو شنیدی، همه حرفا رو شنیدم، همه تقدیر زمان بود که من از تو نبریدم. تو زمانی ز سر عشق به سوی شاخ پریدی، تو دل شاخ شکستی، تو غم شاخ ندیدی. کمکم کن که نمیرم، کمکم کن که بمانم، کمکم کن که پس از تو نفسی بیش نتوانم. من و این پوچی بودن، تو و این باغ رهایی. کمکم کن که تبسم ندهد بوی تباهی. من و این پوچیه بودن، تو و این باغ رهایی. کمکم کن که تبسم ندهد بوی تباهی. من و این کوچیه بودن، تو این باغ رهایی. کمکم کن که تبسم ندهد بوی تباهی. من و این کوچیه بودن، تو و این باغ رهایی. سلام به همگی. نمیدونم صدای منو دارین؟ لطفا اگه صدای منو دارین یه صدای میاد. بله، مرسی. خب نمیتونستم این برنامه رو شروع کنم بدون یادی از فریدون فرخزاد که همه داستانشو میدونیم. و امشب هم بحث شممون بحث عشق بدون شرط، بحث ذهن بازه و احترام به تفاوت‌ها. زیاد خانم سرشان منتظرمونم، زیاد مطلعشون نمی کنم، مستمن میرم که وصل بشم به ایشون و با اجازه کامنت ها رو میبندم و بعد در قسمت دوم برنامه، یعنی ساعت دوم، این ساعت که تموم شد برمیگردیم میریم سراغ موزیار و ژان باتیست در فرانسه که اونا هم از تجربه هاشون با پدر مادرشون با صحبت کنم. ولی الان میرم سراغ خانم سرشار. صدام خوب نیست؟
یه نفر بگه صدا درسته، من خیالم راحت میشه. یه نفر بگه. خانم سرشار عزیزم، سلام به شما. سلام لونا جان، احوال شما چطوری؟ خوبم مرسی. صدای من خوبه برای شما؟ الان خوب شد، قبلا یه ذره دیستورتد بود. آها خوب نبود. پس اجازه بدین من کامنت ها رو ببندم فعلا. مرسی، مرسی که دعوت منو پذیرفتین. میدونین که چقدر برام عزیزین و چقدر برام مهمه که شما اینجا باشین. خانم سر بهتون میگم، خانم سرشا بگم، هما جون بگم، چی بگم آخه، همینجوری همیشه بهتون میگم هما جون، الان هم بگم خانم سرشا. نه الان هم هما جون، منم لونا جون هستی تو مثل دخترم. مرسی مرسی هما جون. هفته پیش 17 مه روز جهانی مبارزه با همجنسگرا ستیزی بود، هوموفوبی، که به فارسی اینا کلماتش هنوز برای من خیلی جا نیفتاده. همجنسگرا ستیزی، دگر باش جنسی ستیزی، و تجربه شخصی من از دیدن هوموفوبیا همیشه توی خانواده ها بوده. یعنی توی جامعه ای زندگی میکنم و اون سالایی که تو فرانسه بودم باز توی جامعه ای بودم که آدمای بیرون دور و بر، حتی اگر کسی هوموفوب باشه زیاد ممکنه به روی خودش نیاره، برای اینکه پولیتیکلی کورکت نیست به نظر خودشون. ولی اون تجربه ای که من داشتم تجربه دوستان بوده با خانواده هاشون، مادری که به فرزندش مثلا گفته که کاشکی سرطان داشتی ولی گی و لزبیان نبودی، پدری که فرزندش رو از خونه بیرون کرده چون نامه های عاشقانه شو دیده با دوست دختر یا دوست پسرش. و خلاصه احساس کردم که هوموفوبیا خیلی از پدر مادر رو هوموفوب نیستن تا اینکه به فرزند خودشون برسه. و متاسفانه فکر کنم هوموفوبی از توی همه خانواده ها شروع میشه، و اونم برای پدر مادرهایی که خودتون بهتر میدونین، مادرین در حالت عادی هم احساس گناه دارن همیشه. هر اتفاقی که برای فرزندشون میفته اول از همه خودشون رو زیر سوال میبرن. و شما لطف کردین امروز، من ازتون خواهش کردم که اینجا تشریف بیارین. همه میدونم کنفرانس های زیادی داشتین، تاک های زیادی داشتین در این مورد، ولی نمیدونم تا به ها در میدیایی در این مورد صحبت کردین یا نه، از تجربه شخصی خودتون به عنوان یک مادر. در رسانه های دیگه هم لونا جون صحبت کردم، منتها الان قرار ما یه ساعت صحبت کنیم نه به این طولانی، ولی پاسخ برخی از سوالات رو دادم. یا در واقع موقعی که برنامه از من تهیه میکردن که به عنوان مستند در مورد بچه هم قرار بود صحبت بکنم، گفتم و در این زمینه همه ای کسانی که منو میشناسن و دوستان من میدونن که من تقریبا جزو نخستین پدر مادرهایی بودم در جامعه ایرانی که خیلی باز راجع به این قضیه صحبت کردم، چون این مسئولیت رو در واقع برای خودم میپذیرفتم و همینطور ارتباط خیلی خیلی گرم و دوستانه ای که توی خانواده ما بین خودم، بین همسرم و بین دوتا پسرامون وجود داره و در خانواده بزرگترمون، یعنی خواهر برادرای من، خواهر برادرای همسرم، همه اینها این فرصت رو به من دادن. و خود حضور خود من به عنوان یک روزنامه‌نگار که از روز نخست الان 55-56 سالی که قلم به دست گرفتم، همیشه سعی کردم در مورد یا بی‌عدالتی ها یا نابرابری ها یا ظلم هایی که به انواع مختلف میشه، بیشترین فشارم همیشه روی اقلیت های مذهبی و زنان بوده، ولی خب سالها ملان هست که روی دگر باشان جنسی هم این فعالیت رو ادامه دادم. در نتیجه برای خانواده ما هم موقعی که هومن پسر دوم من در واقع خودش تصمیم گرفت که با ما در میون بذاره، با وجود مسائل و مشکلات خیلی زیادی که داشت و کشیده بود و واقعا باعث تأسف برای این که
بچه ها از خیلی زودتر موقع که مشکل خودشون رو یا دگرگونه بودن خودشون، من اسمش مشکل نمیذارم، میذارم دگرگونه بودن خودشون رو متوجه میشن، به پدر و مادر اگه بگن، خب خیلی این پیمودن این راهی که توی جامعه جا بیفتن برای خودشون آسان تر میشه. خوشبختانه هومن پسر من یک پشتیبان خیلی قرص و محکم داشت و اون هم برادرش بود، سپر، برادر بزرگترش، که او زودتر از ما با هومن، زودتر از ما پدر مادرش با او صحبت کرده بود. من خودم به عنوان یه مادر، و اینو به همه مادرانی که الان دارن گوش میکنن این رو میگم، به عنوان یک مادر از موقعی که پسرم 1.5 سالش بود من متوجه شدم که متفاوته با بچه های دیگه، با پسر های دیگه، و در نتیجه خودم روی خودم خیلی کار کردم، خیلی مراقب بودم، خیلی مطالعه کردم، حتی تراپی رفتم برای اینکه این مسئله رو برای خودم، در زمانی که خب هومن الان 51 سالشه، این قضیه مثلا مال 49 سال پیشه در ایران، و خیلی چیز راحتی نبود در این زمینه، یعنی آدم بخواد صحبت بکنه یا حتی اطلاعاتی به دست بیاره. از بعد از انقلاب که با امریکا اومدیم این راحت‌تر بود برای من در این زمینه مطالعه بکنم، صحبت بکنم، حرف بزنم و بعدم نظارت بکنم، نظاره بکنم به اون چیزی که در زندگیمون داره پیش میاد، و دقیقا متوجه شدم و الانم این رو با صراحت کامل و با قاطعیت کامل میگم که اصلا و به هیچ وجه همجنسگرا بودن یه چیز اکتسابی نیست. همجنسگرا بودن در انسانی که به دنیا میاد وجود داره، و خیلی مواقع به خاطر محیط، موقعیت، خانواده، بسیاری سعی میکنن سرکوب بکنن این غریزه که درشون وجود داره و یه نوعی دیگه زندگی بکنن که اون بعدن ماجراهای غم‌انگیزی به وجود میاره با همسری که میگیرن که اصلا با او رابطه درستی ندارن و مسائل خیلی زیاد که اصلا به اونجا اگه بخوایم بریم خیلی طولانی میشه. ولی چیزی که در عموم رایج میگن بسیار از کسانی که آگاهی ندارن، به مسائل ژنتیک آگاهی ندارن، به مسائل بیولوژیک آگاهی ندارن، که میگن نه، میشه یه جوری تربیت غلط پدر و مادر، تربیت غلط محیط، دوستان ناباب، نمیدونم، از این حرفا زیاد زده میشه، در محیط‌های بسته‌تر زیاد زده میشه، در کشورهایی که در واقع از نظر رفتار و هنجار اجتماعی خیلی سنتی رفتار میکنن این حرفا زده میشه. خیلی ها، خیلی نهادهای مختلف، نهادهای مذهبی سعی میکنن بچه ها رو به قول خودشون درست بکنن، و این قضیه دردناکه، برای اینکه به همین دلیل هم بسیاری از بچه ها ترس دارن که با پدر مادرشون، اگر پدر مادرشون جز اون دسته باشن که توی یک فرم سنتی، توی یک هنجار بسته بزرگ شدن، و این رو هم اینجا همینجا بگم که برای هیچ پدر مادری این قضیه آسون نیست. همیشه راحت تری که انسان یه بچه داشته باشه که مثل همه بچه های دیگه باشه، همه مثل اکثریت باشه. مثل اکثریت باشه و هیچ مشکلی براش به وجود نیاد. ولی پذیرفتن این قضیه و اینی که خب در جهان همه چیز به خواسته خودت تو جلو نمیره، پیش نمیره، یه اتفاقاتی هم در زندگی میفته که متفاوته، خودت متفاوت میشی، بچت متفاوت میشه، برادرت، خواهرت، یه تفاوت‌های گوناگون پیدا میکنن. حالا این یه بخشش، بخش دگرباشی یا همجنسگرایی، یه بخشی از این گوناگونی هاییست که برای انسان اتفاق میفته و خوششون نمیاد. پولدار نیستن، خوششون نمیاد، دچار فقرن، خوششون نمیاد، آتیزم داره بچهشون، خوششون نمیاد. ولی همه اینها مجموعه یه موزاییک که در کل زیبایی رو در جهان به وجود میاره که انسان‌ها، درسته که همه انسانن ولی متفاوتن، و باید این تفاوت‌ها رو قبول کرد، پذیرفت. یکی از زیباترین ویژگی‌های یک انسان رواداریه، پذیرش، تساهله. اگه این رو در خودمون نهادینه بکنیم، خیلی از مشکلات زیادی که برامون به وجود میاد از بین خواهد رفت. و اون نکته‌ای رو که میخواستم اشاره بکنم که گفتم از 1-2 سالگی من متوجه این نکته شدم، و بعد از خیلی از بچه های جوان میشنوم که
موقع که میان با من درد دل میکنن، چون راحت با من درد دل میکنن، با من صحبت میکنن، توی جلساتی که صحبت میکنن روی کنفرانس ها یا سوژه های تابو و اینجوری که صحبت میکنن، بعد از جلسه بیرون خیلی ها میان با من صحبت میکنن. حتی مثلا دو تا دختر چند وقت پیش اومده بودن با من، گفتم ما ازدواج کردیم ولی هیچ کدوم هنوز به پدر مادرمون نگفتیم. من اولین نکته که بهشون میگم، میگم پدر رو نمیدونم ولی مادر میدونه. ترس نداشته باشید. حس مادری همیشه با حس بچهش خیلی نزدیکه و حس میکنه و میدونه که تو متفاوتی. در نتیجه حد دست کم از مادرت نترس، دست کم با مادرت حرف بزن و خواهی دید که اونقدری که تو فکر میکنیم مشکل نیست. البته این یه قانون عمومی نیست که من دارم راجبش میگم، خیلی از مادران خیلی سرسختن و با وجود که میدونن به روی خودشون نمیارن و سعی میکنن که یه جوری این قضیه رو پشت پرده یا زیر قالی پنهان بکنن. ولی اگه جوانانی دارن به من گوش میدن و توی پیام هایی هم که شما دادی قبل از این برنامه، نکاتی رو که ذکر کرده بودی که یکیش این بود که بچه ها که میگن ما میترسیم که در واقع باز بکنیم خودمون رو در مقابل پدر و مادر، توصیه من بهشون اینه که نترسن، دست کم با مادرشون نترسن. خیلی خوشحال شدم شما گفتین رواداری، بر این که من دنبال برگردون تالرنس میگشتم به فارسی و از هر کی میپرسیدم گفت تحمل، و به همه با دوستان به این نتیجه رسیدیم که تحمل برای یه مسئله معمولا بدیه که اتفاق افتاده، میگیم تحمل کن. چرا ما تو فارسی کلمه نداریم که بگیم تالرنس و شما گفتین رواداری و من تازه متوجه شدم که این واژه درسته. هما جون، یکی از مشکلات پدر مادرها اینه که، یعنی شاید ناخودآگاه، اینه که وقتی که فرزندان همجنسگرا دارن دیگه ادامه پیدا نمی کنن، به خصوص توی جامعه ایرانی. اینجا هوموپرنتینگ یکم را افتاده، ازدواج میکنن، بچه دار میشن، ولی توی ایران چون ما داریم راجع به جامعه اینجا حرف میزنیم و غرب حرف میزنیم، در ایران چجوری میشه آرومشون کرد نسبت به این؟ چون اینجا میدونم خیلی از پدر مادر رو بالاخره آروم میشن، میدونن نوه ای خواهند داشت، مثل خود شما که تبریکم بهتون میگم، کیانا رو دارین، نوه کیمیا رو داریم. به اونا چی میتونیم بگیم در این مورد؟ باید چه کار کرد براشون؟ والا من فکر میکنم که موارد خیلی زیادی وجود داره که برای یه خانواده از طریق یه بچه یا چند بچه دنباله نداشته باشه. بسیاری از مسائل بیماری های بارداری برای زنان وجود داره، یه مشکلات در واقع کمبود اسپرم یا نداشتن اسپرم یا ناتوانی جنسی برای ارتباط با همسر، اینها همه یه مشکلاتی است که خب ممکنه که یه پدر مادری از یه فرزندشون بچه دار نشه. در نتیجه به نظر من این قضیه در این رابطه و در این مسئله به این اهم مهمی یکی از مشکلات کمترشه و در واقع ارتباط جامعه جوان ایران با خارج از ایران، با کشورهای دیگر، با اینکه راه حل‌های مختلفی دارن پیدا میکنن، به نظر من خیلی بازه. جوانای ما آنچه که در غرب میگذره رو میبینن، میشنون، میخونن در موردش. ممکنه پدر مادرها در برخی از شهرهایی که واقعا حالا اونقدر ارتباط خارجی با ندارن، اونقدر با رسانه های اجتماعی در ارتباط نیستن، ندونن که وسیله ای هم هست که موقعی که فرض میکنیم دخترشون با همسرش با دامادشون بچه دار نمیشن، میرن بچه ای رو یا قبول میکنن به فرزند خواندگی یا میرن یک کس دیگه، یه مادر خوانده پیدا میکنن که اگه مشکل از طرف زن باشه که بچه رو باردار بشه و بچه ها بده، در ایران هست این قضیه و این کار رو میکنن. و این مسئله برای زوجهای همجنسگرا هم به همون صورته، یعنی میتونن یه مادر خوانده داشته باشن که از طریق اون بچه دار بشن، اگه دخترن خودشون میتونن یک اسپرم دهنده بگیرن و بعد خب خود یکی از
دخترهایی که لزبیان هستن حامله بشن. این مسئله به نظر من امکانش و انتخابهایی که وجود داره برای جوانها حتما روشنه در ایران. حالا اگر به خاطر همون مسائلی که الان داریم راجبش صحبت میکنیم کار مشکلی است، من فکر میکنم در واقع در ایران امروز خیلی وضع بهتر است در میان جامعه، واقعا مردم جامعه و جامعه‌ای که ما به عنوان تحصیل کرده، به عنوان فهمیده، به عنوان باشور، به عنوان با تمدن قبولشون داریم که بسیار هم هستن، حالا حکومت رو هستن و دولت رو میذاریم کنار که روی مسائل مذهبی تصمیم میگیرن و قانون گذاری میکنن، ولی در همین شرایط هم خب در ایران شما فرض کنید که کسانی که ترنس بودن و میخواستن جنسیت خودشون رو عوض بکنن در ایران پذیرفتن، یعنی یه راه حل مذهبی براش پیدا کردن که اونا برن و جنسیت خودشون رو با عملای جراحی عوض بکنن و در این زمینه مستندهای زیادی رو من خودم دیدم که خب خیلی مثل جاهای دیگه این پذیرفته شده دارن این کارو میکنن. حالا بعدن مشکلات و مسائلی که برای کسی که این عمل جراحی رو میکنه به وجود آیه بیاد یا نیاد اون بحث دیگه است، ولی منظورم اینه که این گام ها گذاشته شده، به پیش گذاشته شده. ولی یه اتفاقی که ببخشید، یه اتفاقی که بعدی که توی ایران داره میفته اینه که بله این خیلی هم تبلیغ میکنن توی سریال ها، توی فیلم ها برای تغییر جنسیت، مثل اینکه بیمه هزینه‌اش رو پرداخت میکنه، ولی بعد اگر هم متوجه بشن توی خانواده ها بعض وقت متوجه میشن که دختر یا پسر هم جنسگراست، زورش میکنن که برای تغییر جنسیت بده. اون فاجعه است، اون فاجعه است که چند در ایران اتفاق افتاده و منم حرف شما رو قبول دارم. بسیاری فکر میکنن که تفاوت بین یک همجنسگرا با یه ترنس رو نمیدونن، کسی که در بدن یه مرد یا یه پسر ولی در بدن یک دختره یا برعکسش، اینا متفاوتن. به خاطر همین هم هستش که گروه ها و نهادهایی که در سراسر جهان به وجود اومده همه اینها رو به عنوان دیگر باشان در یک لغت هایی که کلمه اولش رو به کار میبرن LGBTQ، اینها نگرش ها و یا ویژگی های خاص این افرادی است که دگرگونه هستن یا دگرباش هستن. در نتیجه این اتفاق اگه بیفته، یعنی بادار کنن یک کسی که همجنسگراست بره عمل جراحی بکنه که جنسیتش عوض بکنه، حتما بعد از اون یه فاجعه بزرگ اتفاق خواهد افتاد. خودکشی هایی که در این زمینه میبینیم و اینی که نارضایتی که از طرف مشکل اینی که مردم نمیپذیرفتن شده داشت، حالا مسئله اینو داری که اصلا یک کسی شده که خودش نمیخواد خودشو. اون رو واقعا و واقعا پدر مادرها باید مراقب باشن که از این راه، یعنی از راه جراحی برای عوض کردن جنسیت به خاطر بچه های همجنسگراشون اصلا بپرهیزن شدیدن. اصلا این کار درست نیست، اصلا درست نیست، نه از نظر پزشکی. اون پزشکی که این کار رو میکنه کار اشتباهی میکنه. میدونم که یه دوره های تراپی قبلش هست، یه دوره های صحبت کردن نشسته یعنی امروز یه کسی بلند شه بره تو مکتب یه پزشکی و یکی جنسیت من عوض کن، شروع نمیکنن این کار کردن. باید واقعا به تمام تمام جزئیات زندگی اون آدم وارد بشن تا دکتر پزشک تشخیص بده که باید این کار انجام بده. و امیدوارم که پزشکان ایرانی که غالبا همشون من آنچه که در موردشون میخونم در این زمینه ها با وجدان پزشکی دارن کار میکنن، هرگز این کار رو قبول نکنن که یک همجنسگرا رو با عمل جراحی بخوان یه جنس دیگه بکنن. شما گفتین که هومن وقتی که 2 سالش بود شما متوجه شده بودین و خودتون رو آماده کردین برای موقع که بزرگتر میشه و کاملا آماده باشین پذیرای تفاوتش با اکثریت باشین، چون من دوست دارم بگم نرمالیته، چون نرمالیته وجود نداره به نظرم و فقط اکثریت و اقلیت هستش. ولی بعضی وقتا من میخوام ببینم که آیا رسیپی هست برای فرزندی که مادرش متوجه نمیشه که کی باید این رو اعلام کنه. بعضی از بچه ها خودشون هنوز آمادگی کامل رو ندارن، خودشون هنوز خودشون رو نپذیرفتن و اون موقع میرن اعلام میکنن یا پدر مادر رو متوجه میشن که نتیجهش میدونیم خیلی بد میشه. چه زمانی؟ آیا زمان داره؟ آیا طرز گفتن داره؟ زمانش رو نمیدونم، ولی نحوه برخورد باهاش یا نحوه
تعاملی که با فرزندشون میتونن بکنن با توجه به شخصیت و خصوصیت اون فرزند حتما فرق میکنه. به همین دلیل من گفتم من خودم شخصا برای اینکه این قضیه رو به شیوه درست بتونم رفتارم انجام بدم، خودم به یه مدتی رفتم تراپی و این مسئله رو با یه تراپیستی که بسیارم به من کمک کرد مطرح کردم و با همدیگه خیلی در این زمینه صحبت کردیم. و مهمترین صحبتی که به من کرد این که پدر مادر حتی اگه نخوان که این رو به طور باز با فرزندانشون صحبت بکنن و بهش اجازه بدن به فرزندشون تا خود فرزندشون بیاد باشون صحبت بکنه، ولی میتونن با پیام‌هایی که به فرزندشون میدن که عزیزم تو هر کی که هستی من عاشقتم، من دوستت دارم، من میپذیرم، مال منی، پسر منی، دختر منی، فرق نمیکنه که کی باشی، چی باشی، چگونه فکر کنی، چگونه رفتار بکنی، برای من تو یک موجود دوست داشتنی هستی و من تو رو میپذیرم هر جور کسی. یعنی این پیام رو موقعی که به فرزندش بده، مادر یا پدرایی که واقعا خب آزاده هستن و راحت‌تر از بعضی مردان دیگه میتونن قبول بکنن، این حرف رو اگه بزنن حتما فرصتی که برای فرزندشون پیش بیاد زودتر پیش میاد که بیان سراغ پدر مادر و جلوی مشکلات آینده رو خیلی زودتر بگیرم. مشکلاتی که ممکنه اگه طول بده بچه‌ای که بمونه مثلا بخواد تا دانشگاه بره، بعد دانشگاهشو داره میره شهر دیگه ممکنه و بعد در یه محیطی دیگه میفته که پدر مادر نیستن که حمایت و پشتیبانیش بکنن، اون موقع مسائل و مسائل متعددی پیش میاد. چون در جامعه امریکا لونا جون شما میدونید هنوز و کماکان با وجودی که ما میگیم در یک کشور متمدن غربی هستیم، ولی اینجا پذیرش برای خیلی مسئله سختیه. بله، در بله. جامعه حتی هوموفوبیا در امریکا هم خیلی زیاده، خیلی مسئله نبوده. بله، و بعد با توجه به مراکز مذهبی، با توجه به احزاب و گروه هایی که خیلی راستگرا و افراطی هستن، اینها بچه ها صدمه میبینن از دست اونها بارها. البته اتفاقات الان کمتر پیش این اتفاق میفته، ولی شما خودت هم جوونی برای اینکه به یادت بیاد، ولی دورانی که ایت داشت همجنسگرایان رو در امریکا میکشت، خیلی خوشحال بودن از این قضیه، ابراز خوشحالی میکردن، گفتن این رو خداوند فرستاده برای اینکه اینا رو از بین ببره. اینی که در این محیط تنها گذاشتن بچه جنایت، اگه پشت بچه‌تون نباشید اون در یک جنگلی باید سر بکنه و برای خود شخصیت و هویت به وجود بیاره که جنگل پر از حیوانات وحشی است و ممکن صدمه ببینه، صدمه جسمی ببینه، صدمه روحی که حتما میبینه. بله، و تمام خودکشی ها و تمام اعتیاد. بله، من که آرومشون کنه دیگه. و میخواستم دقیقا بیام همین جا و بگم که شما توی همین آمریکا با یک انجمنی فعالیت میکنین به اسم رها LGBTQ برای دگرباشان ایرانیه. شکم توضیح بدین راجع به این انجمن. من از طرف رئیس یا بنیانگذار این نهاد، من فکر میکنم 4 سال پیش آشنا شدم با این نهاد و با هم دیگه به من یه ایمیل فرستاد که میخوام شما رو ببینم، با شما صحبت بکنم. با هم دیگه رفتیم نشستیم توی کافی شاپ و یه 2 ساعتی با هم صحبت کردیم و واقعا آقای خرمیان که یک جوان بسیار تحصیل کرده، بسیار فهمیده، بسیار آگاه، و این نهاد رو گذاشته، شروع کرده با یه از دوستانش و جلسات متعدد دارن اینا، جلسه کمک های گروهی، پشتیبانی های گروهی دارن و بچه ها رو جمع میکنن، باشون صحبت میکنن، هر دفعه تو جلسه شون یه متخصص میارن و این در واقع پشتیبانی، یه حمایت گروهیه که در جامعه ایرانی شکل گرفته و هر روز به روز هم دارن زیادتر میشن. این رها این LA، رها LA، RAHALA، و سامانه دارن، تلفن دارن، تلفن هایی که کمک میکنن اگر کسی واقعا دچار یه مشکل اضطراری بهش کمک میکنن. و به نظر من چنین نهادهایی خیلی لازمه برای جامعه ما، برای همه جامعه لازمه، برای جامعه ما بیشتر لازمه. چون بچه ها رو موقع که من میرم اونجا باشون صحبت میکنم و در برخی از نشستاشون هستم، جلسه صحبت من و هومن با هم صحبت کردیم باهاشون و میبینم که چقدر نیازش هست،
نیازی چی میگن؟ مشکل بزرگترین مشکلاتشون چیه؟ همونی که شما توی پستت گذاشتی، میترسن که با پدر مادرشون صحبت کنن. یعنی تعداد بچه هایی که میان توی گروه تراپی، تعداد کسانی که پدر مادر باشون هستن اگر کمتر نباشه تقریبا مساوی اونهایی که پدر مادر باشون نیستن و میان اونجا و هنوز بچه های دانشجو هن، بچه دانشگاهی هن، بچه های تحصیل کردن، بچه هایی که کار میکنن، وکیل شده طرف ولی هنوز نمیتونه با مادرش و پدرش باز صحبت بکنه. و بیشتر صحبت ها سر اینه، بیشتر سر اینه که چگونه با اونا صحبت بکنیم، چگونه بیاریمشون. مثلا بعضیاشون میگن اصلا پدر مادر ما حالا میدونن ولی اصلا میخوان برن توی انکار کامل و به روشون نمیرن، میگن خب به ما گفتی از خونه بیرون نره، بنابراین ما اصلا نمیتونیم اینا رو بیاریم تو چنین نشست هایی با خودمون. اونایی که اصلا نگفتن و انقدر میترسن که اصلا به پدر مادرشون بگن که اونا دیگه ماجرای بزرگتر و مشکل بزرگتری رو دارن. ولی آهسته آهسته من فکر میکنم خب از الان که من نگاه به 50 سال پیش در ایران میکنم، الان که نگاه به 40 سال 30 سال پیش امریکا حتی میکنم، میبینم که در این زمینه خب خیلی تفاوت کرده. خیلی مسائل هست ولی مشکلات و مسائل هم همچنان هست، نه به شدتی که 4 دهه پیش بود یا 3 دهه پیش بود. خیلی از پدر مادرها که فکر میکنن خوب میشه بچهشون الان یه دور است و تموم میشه. اینم فکر کنم من، یعنی من اینو خیلی میبینم. اینم هست فکر میکنن که مثلا اینم یه نوع جست روشنفکرانه است اگه بچه ها میخوان بگه، هیچ کدوم از اینا نیست. و به همین دلیلم خوشبختانه در تمام این مسائل مشکلاتی که در این زمینه متوجه میشیم، آخرین فکر کنم 4-5 ماه پیش بود که شنیدم که از طرف دولت فدرال تمام مراکزی که بچه ها به اون به نام این که ما این بچه ها رو تغییر میدیم و نرمالایزشون میکنیم، یعنی افراد عادیشون میکنیم، رو دستور دادن ببنده. کمپ هایی که بعداً مشخص شده با کمک روزنامه‌نگاران برجسته‌ای که اینوستیگیتیو ژورنالیست بودن که رفتن و دیدن چه به سر این بچه ها میاد، فیلم های مستندی که ساختن، حتی فیلم سینمایی در این زمینه ساختن که این بچه ها رو چه میکنن بهشون تو این کمپ هایی که میگن ما اینا رو میخوایم نرمالایزشون کنیم و یادشون بده که مثلا همجنسگرا هستن، برگردن به جامعه به عنوان انسان نرمال. و دیدن اصلا فرایندش و دستاورد وجود این نهادها جز این که یک مشت انسان سرخورده افسرده در واقع در مرز خودکشی، از اینی که اصلا نمیتونن اون کاری که اینا بهشون میگن بکنن و نمیتونن خودشون دیگه باشن. و این موقع که من خوندم که یه قانون اومده و رسول اومده که این مراکز باید جمع آوری بشه و دیگه هیچ کدوم از نهادهای مذهبی و یا راستگرای افراطی نمیتونن چنین مراکزی داشته باشن، گفتم خدا رو شکر حداقل یه اتفاق خوب داره میفته، کم کم این اتفاقات خوب داره میفته که این بچه های نازنین دسته گل رو اینجوری نابودشون نکنن، در واقع نابودشون میکنن در این نهادها میکردن. و خوشحالم که دیگه نیست چنین نهادها، اجازه نمیدن. مگر تا حالا به طور خصوصی بعضی از چرچ ها یا اینها چیز بکنن براشون به طور پنهانی مثلا این کار انجام بدن، ولی به طور قانونی دیگه وجود نداره. بله پنهانی، و پنهانی هم هنوز خیلی هست. خیلی پارادوکس هست اینجا توی آمریکا در این مورد. مثلا تو مدرسه‌ای که من درس می‌خونم ما گاهی رول پلی داریم برای تراپی و از همون اول تاکید میشه که اگر دوتا زن و یا دوتا مرد با هم بشین رول پلی، کسی نقش یا یه جنس دیگر رو بازی نکنه. شما دوتا زنین برای کاپل تراپی که تمرین می‌کردیم همون در نقش خودتون باشین، و این خیلی بر من تازگی داشت و اصلا خیلی جالب بود. مرسی اوما جون، واقعا 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 من سرف راست کردین که قبول کردین که تو این لایف حضور داشته باشین و با صحبت خودتون همیشه الهام بخش من بودین و هستین. و دوستان یه دور دیگه میدونم که آشنا هستن با تون، و یه دور دیگه اگه میشه صبحانه با هما سرشارو بگین چه روزایی هست که بتونن کسانی که نمیدونن دنبال کنن. برنامه رادیویی من یه برنامه هفتگی روزهای شنبه به وقت لس آنجلس ساعت 8 تا 10 صبح با عنوان صبحانه با هما سرشار پخش میشه. توی رسانه‌های اجتماعی هم اعلام میکنم هر مثلا جمعه که فردا چه مهمانایی تو برنامه هم هستن. فرمش فرم یه مجله است در واقع که بخش‌های مختلفی داره از سیاست و اجتماع و روانشناسی و جامعه شناسی و دیگه هنر و ادبیات و شعر و
تمام مسائلی که حتی طنز و یه گوشهای طنز و این چیزا هم داره و دیگه الان داره میشه وارد سال 14 هم میشه که این برنامه رو من روزای شنبه دارم ساعت 8:10 و این در واقع یک وسیله یا یک نخ ارتباطی من هست با جامعه خودمون در خارج از کشور. میدونم که بسیاری در ایران گوش میدن این برنامه رو، در اروپا گوش میدن و خوشحالم که هنوز بعد از 55 سال کار روزام دیگه توان این رو دارم که یه کاری انجام بدم. حالا کار داریم باهاتون، حالا همون دارم که همینجوری بدرخشید و ادامه بدین، برای ما باشین. ببینم توی این قرنطینه بهتون خوش گذشت خانم سرشا؟ توی قرنطینه خوش آنچنانی که نگذرم، البته برای فکر میکنم برای همه توی مثلا 2 هفته اول یه حالت اینی که حالا مرخصی گرفتیم از کار و یه وکیشن و یه سفر میسیم که اومدیم و اینا، 2 هفته 3 هفته اولش یه ذره همه خوشحال که نه، ولی آخر قبول کردم، پذیرفتم به راحتی که خب بشینیم خونه. بعد شروع کردن از هفته سوم یه ذره گنجه ها رو درست کردن، کمدا رو درست کردن، شروع کردن یه سری آشپزی کردن، یه ذره قدم زدن اینا. ولی برای من یه در واقع یه امکان خوبی در این زمان پیش اومد، به دلیل اینکه هم من هم همسرم تو خونه موندیم به خاطر سنمون، خب میگیم باید یه ذره مراقبت بیشتری هم بکنیم، از خونه زیاد بیرون نرفتیم. اینی که نگهداری کیمیا که هفته یه روز چهارشنبه می اومد پلو من، حالا شده 2 دفعه در هفته. در واقع ما بعد از کرونا متشکر باشیم که من و همسرش اجازه میدن که این 2 روز در هفته کیمیا پلو ما باشه، حضورش یه ذره گذران روز رو برامون آسان تر میکنه. مطمئنم که خیلی شیرینه، دیدمش و واقعا خیلی شیرینه. یک سونیا ممنونم ازتون، مرسی و براتون آرزوی موفقیت میکنم و میبوسمتون از راه دور. به هومن عزیزم سلام میرسونم، شاید داره نگامون میکنه و تا به امید دیدار هرچی زودتر. ممنونم، موفق باشی لونا جان در این برنامه های جدید اینستاگرامت که بسیار برای من جذابه. میدونی که از موقعی که در وایس آف امریکا بودی دنبال میکردم تو رو، میدونم که روزنامه‌نگار توانا هستی و الان که از این فرصت داری استفاده میکنی، اطلاعاتی که به مردم میدی در با توجه به درسی که داری میخونی که درس روان درمانی است و به زودی روان درمانگر بسیار آگاه خواهی شد، برای جامعه ایرانی از هر چی بیشتر لازمه. کارتو با همون توانی که شروع کردی ادامه بده، موفق تر از این که بودی باشی و من هم در خدمتم هر وقت هر کاری داشته باشی. مرسی، خیلی ممنون، میبوسمتون هزار بار. خداحافظ شما. خدا نگهدار. خدا نگهدار. خب خانم سرشار بر من واقعا خیلی 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 عزیزم، داستان این که اصلا چجوری باهاشون آشنا شدم و یه دفعه توی یکی از این پستام داستانشو نوشتم براتون که حالا باز دوباره باهاتون شیر میکنم. همونطوری که گفتم بعد از گفتگو با خانم سرشار میخوام برم سراغ مازیار و ژان باتیست که یه دور دیگه اوایل قرنطینه همینجا دعوتشون کرده بودم و اون موقع بیشتر بحث ما سوژه سوشال میدیا و شبکه‌های اجتماعی بود، اما در این برنامه باز ازشون خواستم و لطف داشتن دعوت منو پذیرفتن بیان راجع به این صحبت کنن که به عنوان یک زوج همجنسگرا اونا چه تجربه داشتن، چجوری به پدر مادرشون گفتن، چجوری به خانواده‌هاشون گفتن، با دونستن این که مازیار بعد توی فرهنگ ایرانی این کار میکرد و به مادرش میگفت با یه بک‌گراند سنتی ایرانی و ژان باتیست که یه فرانسویه باید توی جامعه فرانسه اینا رو میگفت. و برای من خیلی جالب بود که اینا باشون صحبت کنیم ببینیم که چه تفاوتی بوده بین این دو فرهنگ و آیا همجنسگرایان یه فرزند همجنسگرا همونقدر حول و همونقدر سخته براش که اعلام کنه به خانوادش که تو ایران باشه یا توی فرانسه.
و توی فرانسه از سال 1981، یعنی نزدیک به 40 ساله که همجنسگرایی دیگه جرم نیست، اما هنوز همین الان که من دارم باهاتون صحبت میکنم آمار اینه که 3 بار در هفته به همجنسگرایان، به دگرباشان، یعنی به افراد LGBTQ حمله میشه و 13% خودکشی توی جوانها در این قشر بیشتر هستش. همینجا دیگه سرتون رو درد نمیارم، خوام برم سراغ بچه ها، ولی فکر کنم که چون که 20 دقیقه دیگه لایومون قطع میشه و من فکر کنم که صحبت های ما بیشتر طول بکشه، من قطع میکنم و دوباره وصل میشم همین الان و بچه ها رو میارم بالا. مرسی از همه، برمیگم 2 دقیقه دیگه برمیگردم. مرسی.